طی محافل قرآنی که تحت نام اتحاد تشیع و تسنن دوبال رشد اسلام از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی مد ظله العالی در مصلای سلطانیه شهر مزار شریف برگزار گردید، حفاظ و قاریان قرآن عظیم الشأن اعم از اهل تشیع و تسنن در کنار یکدیگر به تلاوت قرآن پرداختند و حاضرین نیز با تشویق‌های قرآنی ایشان را همراهی کردند. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، اِنَّا اعطیناک الکوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. وعلى جنوبهم
شاء الله. الله يحفظك. ما شاء الله. الله 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 الله. بسم الله والشمس وضحاها
در این محافل سخنرانان با ایراد سخن و برشمردن فضائل ماه مبارک رمضان، راه اندازی همچون محافل قرآنی را گامی ارزشمند در جهت اتحاد بین امت مسلمان افغانستان خوانده بر اهمیت آن تأکید کردند. امیدوارم قدمی که امسال برای برگزاری چنین محفلی برداشته شده، این قدم محکمتر، استوارتر و وسیعتر برداشته بشه و ادامه پیدا کنه و قطعا و یقینا اهل قرآن، قاریان قرآن، حافظان قرآن، قرآن دوستان از این برنامه استقبال خواهند کرد. ما به یاری خدای متعال در آینده باید محفل‌های باشکوه‌تر از محفل امسال و از محفل این ماه مبارک رمضان داشته باشیم. در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه نزول قرآن، ماه مهمانی الله متعال. ما غرق نعمت‌های الهی هستیم و برای همیشه همه انسان‌ها و همه بشریت سر سفره نعمت‌های الله متعال قرار دارند. اما ماه رمضان که ماه نزول قرآن و ماه مهمانی ویژه الله متعال است، سفره گسترده در ماه مبارک رمضان و مائده آسمانی نازل شده در این ماه مبارک رمضان قرآن است. طبق فرمایش رسول مکرم اسلام، قرآن مأدبت الله است، سفره گسترده الهی است. این سفره، سفره ویژه است، نعمت‌های ویژه‌ای در این سفره نهاده شده است. بهره‌مندی از این سفره سعادت انسان را تأمین می کند و مایه خوشبختی انسان است. شما مردم شریف، غیور و سخاوتمند را که امروز تشریف فرما شدیم، به خاطر سمع قرآن کریم، به خاطر گوش گرفتن قرآن کریم،
هستن. اختلاف در دین جواز ندارد، یکی در اصل شریعت اسلام در مسائل اصلی دین مبین اسلام اختلاف بالکل وجود ندارد، بالکل باید مسلمان ها اختلاف نکنند. یکی در مسائل جزئی و فروعات است، در مسائل جزئی و فروعات علما نشستن، هر کدام انشاءالله معلومات دارن. شما جوانان کوشش کنید در این رابطه مسائل را بدانیم، چون که ضروری است برای هر مسلمان. در فروعات اختلاف او بالکل مجاز است، مشکلی ندارد. مثلا اهل تشیع آنها در فروعات اختلاف دارن با اهل تسنن. اهل تسنن همچنین مذاهب بین هم اختلافات در فروعات وجود دارد، اما در حقیقت شریعت دین مبین اسلام باید در اصل اصول اصلی دین مبین اسلام اختلاف نباشد، باید همه متحد و متفق باشیم تا اینکه به دست یکی و اینکه متحد و اتحاد و اتفاق من و شما به این خاطر باشه تا اینکه به کفار جهان نشان بدیم که ما امت واحد هستیم. کفار گفتن قرآن نشنوی، امروز تو که آمدی اینجا در جلسه خلاصه اونسی با قرآن شرکت کردی، ببین جبهه کفر را داری هدف میگیری از اینجا، در سنگر قرآنی. ما چرا در مساجد ما، در مراکز ما قرآن اینطوری و بهتر از این برگزار نشه، تجلیل نشه؟ همه این ما الحمدلله دیدیم عزیزان قاری چقدر جالب ما را پذیرایی کردن. باید در هر نقطه از شهرمان، در هر شهرمان نقاطی مراکزی باشه که این برنامه ها اجرا بشه. دشمن چی میگه؟ قرآن دارد نقشه دشمن به ما یاد میده، میگه و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نشنوین والغوفی، اگر شنیدین داخل معناش یه چیزایی وارد کنیم که فهمیده نشه. بعد چی میشه؟ لعلکم تغلبون، اگر میخواین پیروز بشین این کار رو بکنین. ما باید بیاییم طرح دشمن رو بشناسیم. دشمن دنبال اختلافه، دشمن دنبال تعصبه، دشمن دنبال خالی کردن کشور ما و سنگر ما و ثروت ماست. دشمن میخواهد مغزای ما را ببره اروپا، متخصصین ما را، متمولین ما را. باید مسئولین، مردم، جامعه این سرمایه ها را نگه دارن، زمینه را، شرایط را، برنامه را. قرآن به این سمت رهبری میکنه، اگر به این سمت حرکت کردیم اذا جاء نصر الله والفتح، فتح جهانی میآید. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، او زمان است که مردم فوج فوج به سمت اسلام میآیند. اشتراک کنندگان نیز در این محافل قرآنی بر اهمیت برگزاری این محافل تأکید کرده و آن را فرصتی برای ترویج روحیه اخوت و برادری در بین مسلمانان دانستند. همچنین برنامه ها به خود موثریتش بسیار زیاد است، چون خدای تبارک و تعالی ما شما را به خاطر اتفاق اتحاد و چنگ زدن به دین اسلام دعوت کرده، برای ما شما لازم است که همچنین برنامه ها رو راندازی بکنیم تا ای اخوت و برادری در بین شیعه و تسنن ایجاد محبت نماید. ما الحمدلله قبله ما یکی است، الحمدلله دین ما یکی است، الحمدلله اتفاق و وحدت ما یکی است. پیام ما امیست که همچون گرفتن همچون جلسات و اشتراک کردن علما از هر دو طرف و جوانان قاری صاحبا، این بسیار یک رول خوبی داره، بسیار یک تاثیر مثبت دارد. ماه رمضان ماه وحدت و برادری در بین امت اسلامی است. در این ماه مسلمانان فرصتی می‌یابند که با افطاری مشترک، تلاوت قرآن و دعا و استغفار و اعمال خیر روح و روان خود را
از سرچشمه فیض الهی سیراب کنند.